تسلو جزو بهترین آرتیستای کیتار شناختم. یه خواننده مرجومی، هنرمند، آرتیست و خوش صدا. یادم وقتی شایعه رابطش با سرقرشی مطرح شده بود، مثل یه مرد اومد و توی یوتیوبش تکذیبش کرد و گفت که نه من رابطه‌ای باش ندارم و همین باعث شد که حرف پشت خانم سرقرشی در نهید. پس از گذشت 3 روز از شایعه رابطه امیر تتلو و سحر قریشی، امیر تتلو رسما اعلام کرد که با وی وارد رابطه شده. خب دیگه بیاید سخت نگیریم، مثلا مرد زندگیه، چون هدفش این بود که خانومش شغلش رو تو ایران از دست نده. آقایون ببینید رو یاد بگیرید چقدر واسه طرفش احترام و ارزش قائله. تی آخرین پست امیر تتلو توی صفحه یوتیوب خودش، این خواننده ضمن اعلام جدایی اون از سحر قریشی اعلام و اعتراف کرد که سحر قریشی در چند وقت اخیر مصرف بالای مواد مخدر داشته و آبروی اون شخص رو رسما و کاملا از بین برده. به هر حال دعوا نمک زندگیه دیگه، پسر طبیعت بودن درستش هم همینه. سلطان چون پسر طبیعت هست باید اون خلق خوی حیات وحش هم داشته باشه و یکم خشن باشه. بگذاریم، این شخص انقدر قلبش بزرگه که اومد واسه این مردمش و طرفدارش یه پلتفرم و یه سایت درآمدزای ایجاد کرد، اسمش هم گذاشت تتلبت. چرا میگم این خواننده مردمیه؟ چون از یه طرف هم میاد سیاسی میخونه، از یه طرف هم میاد پلتفرم درآمدزایی واسه مردمش و طرفدارش ایجاد میکنه. امیر تتلو بعد از 1 سال تبلیغات شبانه روزی سایت تتلبت در نهایت اقدام به بستن سایت خود کرد و اعلام کرد که سایت قمار و شرط‌بندی همش کلاهبرداریه و من نون حروم نمیخوره. خب که چی؟ مهم صداقت آدمه. حالا هرچی خورد و برده مهم نیست دیگه، مهم نیمه پر لیوانه. پول که اصلا چرک کف دسته. تازه میدونید که الان جدیدن نون توی ارز دیجیتاله و امیر تتلو عزیز اومد که ارز خودش رو معرفی کرد به اسم تتل توکن. یه ارز خیلی خفن گاد و تو بلاس ردیفی جونم دادش اون ارزه بود که تتلو چند روز پیش رو انداخته. آره آره، زخمی اون کردن که تبلیغش کرد یادم. الان گندش اومده برا، مشخص شده که کلاهبرداریه. تتلو هم مثل همیشه از معرفتش استفاده کرده، گفته از کلاهبرداریه. حالا کاری ندارم، چند هزار نفر اونو گرفتن و به هر حال دولش پولش رو یکی دیگه میخوره. حسش رو شما میخورید، فوش شما تا ویدیوی بعدی بدرود.